مخاطبان دیدار سلام، من نسرین نیکنامم و امروز در استودیو دیدار ما یک مهمان ویژه داریم. مهمان ما جناب آقای دکتر مصطفی مهرائین جامعه شناس هستند و قراره که با ایشون در مورد موضوع جامعه قبل و بعد از انتخابات گفتگو کنیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید. سلام، در خدمت شما هستم. مرسی، ممنون از دعوتتون. زنده باشید. مرسی. وضعیت کنونی جامعه رو در شرایط امروز چطور می‌بینید؟ به نام خدا مجددا من تشکر میکنم از اینکه منو دعوت کردید به این برنامه. اگه بخوام به مثابه یک معلم از این مفهوم نظری هم استفاده کنم که در واقع کمک کنه به آشکار شدن بحث، یکی از مهمترین مفاهیمی که ما در حوزه در واقع دیرینه شناسی سیاست میتونیم ازش استفاده کنیم به زبان فوکوی، مفهوم دیسپوزیتیو یا مفهوم سامانه یا مفهوم نظم هست. این سامانه یا دیسپوزیتیو در واقع به معنای نظمی است که به سوی تمایل پیدا میکنه. اما این سامانه یا این نظم در واقع مرکب از چه چیزهایی است؟ ببینیم، فوکو به ما میگفت که هر نظامی، هر نظمی در درون جامعه یا هر دیسپوزیتیوی در واقع مرکب از سه عنصر یا سه مؤلفه است. مؤلفه اول گفتمان اون نظمه یا همون در واقع نظام دانش اون نظم، که این نظام دانش از طریق زبان در درون زبان دالهایی را میسازه، مدلولهایی را به همراه خودش داره و یک نظام دلالت را ممکن میکنه. اما این گفتمان فقط در سطح گفتمان باقی نمیمونه، این گفتمان همراه با خودش کردارهایی را هم خواهد آورد که مجموعی است از اعمال، آیین‌نامه ها، مراسم ها، مناسک ها، و در واقع این کردارها بخش در دیدنی یا بخش مرئی اون گفتمان هستند. اما در پیوند در کنار این دو، یعنی در کنار گفتمان و در کنار در واقع این کردارها، ما با یک سری نهاد یا یک مجموعه از به شکل جامعه شناختی ترش بگم یا عامترش، مجموعه از سازمان ها هم روبرو میشیم که مجموعاً در پیوند با همدیگر این گفتمان، این کردارها و این نهادها یک ساختار یا یک نظم را میسازن و در جامعه شروع به فعالیت و کار میکنن. اگه نگاه کنیم به جامعه قبل از انقلاب 57، شما با سه گفتمان روبروین. یک گفتمان نیروهای مسلمانه، که این گفتمان نیروهای مسلمان کردارهای خاص خودشو داره، مناسک خاص خودشو داره، نهادهای خاص خودشو داره، که خب به طور چون در فضای مدنی جامعه اون موقع فعال هست و جزئی از ساختار سیاسی جامعه نیست، طبعا در فضای مدنی جامعه میشه این گفتمان، این کردار رو دید، این گفتمان رو دید که خب اینو میشد در منبرها، در سخنرانیها، در مراسمها و مناسکهای مذهبی اون دوران و در نهادهای مثل حوزه یا همون در واقع به طور عام نهاد تشیع در واقع اینو میشد دید. در کنار این شما با دیسکورس پهلوی روبرو هستین، باز در واقع نظام ایدئولوژیک یا اون گفتمان یا نظام دانش خود ساختار سیاسی حاکم که کردارها و مناسکهای خاص خودشو داره، نهادهای خاص خودشو داره و یک نظم و یک سامانه رو خلق کرده. اون چی که اتفاق افتاد در جامعه ایران قبل از انقلاب، البته در کنار این دو یک نظم یا یک دیسکورس دیگه هم وجود داره که اون نظم یا دیسکورس یا گفتمان روشنفکری در جامعه ایران هست که کردارها و در مناسک خاص خودشو داره، مثل محفل‌های گفتگو، شب شعرها، کتابخانی‌ها، نشر، کتابخانه و امثال هم، و نهادهایی که خاص خود اون هستن که مهمترین نهادی که در واقع اون نمایندگی میکنه نهاد دانشگاه است یا تجلی عمومی اونو میشد مثلا در حسینی ارشاد اون اتفاقات یا مساجد یا قانونهای دیگه‌ای که در این روشنفکران درشون قادر به سخن گفتن بودن. دو دیسکورس، دو گفتمان که همون گفتمان سنت یا در واقع نگاه دینی سنتی و گفتمان روشنفکری در پیوند با یکدیگر وقتی قرار میگیرن به تجمیع کردارهای خودشون میپردازن، به تجمیع نهادهایی که در کنترل و دسترسشون بود میپردازن و یک سرهمبندی از خودشون میسازن که این سربندی اصطلاحی که دلوز به کار میبرد تحت عنوان در واقع نوگرایی دینی یا نواندیشی دینی
یا حتی به یه معنا برخی معتقدن نمیشه بهش گفت نوع اندیشی دینی، بلکه باید یک پله عقب‌تر رفت، اونو از جنس بنیادگرایی دینی دید که من باهاش مخالف هستم. این گفتمان ترکیبی در مقابل نظام پهلوی قرار میگیره و نظام پهلوی رو زیر میکشه و انقلابی شکل میگیره به اسم انقلاب 57 که خب باعث تأسیس نظامی میشه که نامش جمهوری اسلامی است. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که همین دیسکورس و دیسکورس ترکیبی، همین گفتمان کردارهای ترکیبی و هم نهادهای ترکیبی که در درون این نظم گفتمانی جدید که من اسمشو میذارم یک گفتمان چند لایه، یک گفتمان مرزی، یک گفتمان واسطه یا میانجیگر، به قول این نسرین رحیمیه یکی از متفکران توی جهان اسلام، اینها در واقع گفتمانی رو ساختن که یک گفتمان ترکیبی که در مرز نظام‌های فرهنگی دنیای سنت و دنیای غرب داره حرکت میکنه رو ساختن که مرحوم شایگان بهش میگفت در اون کتاب مشهورش هویت چلتکه. خب این اتفاق چرا میفته در حوزه سیاست؟ چون جامعه ما هم دقیقاً داره همین تجربه رو از سر میگذرونه. یعنی ما با جامعه‌ای روبرو هستیم در عصر پهلوی و بعدش در انقلاب که این جامعه مرکب از عناصر سنتی و عناصر مدرنه که من به شوخی بارها گفتم که ما اگر همین الان بخوایم ازدواج کنیم، اگر به خواستگاری بخوایم بریم، هم فاطمه زهرا رو میخوایم هم آنجلینا جولی، و اگر به خواستگاری خواهرمون میاد ترکیبی از براد پیت و حضرت علی میخوایم. این مؤلفه فرهنگی ما در زندگی روزمره است که این خودشو در سطح سیاست ما هم نشون داده. خب شما با یک قانون اساسی روبرو میشین که دو سر یا در واقع دو وادی کاملا متفاوت را با در پیوند با همدیگه قرار داده، خداوند و انسان، خدا یا مردم، و واسه هر دوی این مؤلفه‌های بنیادی هم دیسکورس دنیای سخن دالهای کلیدیشون رو وارد این قانون اساسی کرده، هم کردارها و آیین‌ها و مناسک‌های خاص این دو تا در قلمروی متفاوت قدرت، یعنی قدرت خدا و مردم رو وارد قانون اساسی کرده، و هم نهادهایی رو تعریف کرده، یک سر نهاد ولایت هست، یک سر در واقع مجلس شورای اسلامی یا رئیس جمهور وجود داره، اون طرف مجلس خبرگان هست، شورای نگهبان هست که متولی امر الهی هستن، این طرف مجلس و ریاست جمهوری یا مثلا امروز شوراها هستن که متولی امر مردم هستن. خب وقتی که این دو تا نیرو در درون یک متن قرار داده میشن در کنار همدیگر، طبعا شما با یک متن جذاب طرف هستین. چرا؟ چون مفروض این متن اینه که این دو تا نیرو دائما همدیگر رو کنترل خواهند کرد. یعنی اگر خداوند بخواد صداشو خیلی بالا ببره، صدای مردم صدای خداوند را کنترل خواهد کرد. اگه مردم بخوان تک صدا بشن، صدای خداوند صدای مردم را کنترل خواهد کرد. این مفروض این قانون اساسی بوده و این ایدئولوگ ها، نویسندگان این قانون اساسی، چه کسانی که توی انقلاب ایران ایدئولوگ بودن مثل مرحوم شریعتی، مرحوم بازرگان، مرحوم مطهری، مرحوم بهشتی، مرحوم خود آیت الله خمینی، و چه کسانی که بعدها در واقع در بازنویسی این قانون اساسی در واقع در سال 68 درگیر شدن، همه اینها دارای این ذهنیت هستند که اصولا پیوند بین امر الهی با امر دنیوی بسیار امر جذابی است. به قول اون ژوندراس، اگه اشتباه نکنم متفکر فرانسوی، پا بر زمین سر در آسمان. این اون ترکیب زندگی ماست، ما پا در زمینیم و سر در آسمانیم، که این تجلیشو در قانون اساسیمون داریم میبینیم و این تجلیشو در کلیت زندگی خودمون داریم، در گوشه گوشه زندگی خودمون داریم میبینیم. که گفتم این به لحاظ نوع مت بسیار جذابه، بسیار شگفت انگیزه، به شما آرامش روانی میده، یک تضاد و یک دیالکتیک درونی را در شما ممکن میکنه، به شما حیات میده، پویایی میده. به همین دلیل هم که کریستوا که در واقع یکی از مهمترین شارحان این وضعیت در جهان امروز است، که البته اون چون روانکاو هست، در واقع این گفتگو را گفتگوی بین پدر و مادر یا گفتگوی بین امر نمادین و امر نشانه‌ای میدونه، که امر نمادین همون عقله و امر نشانه‌ای ناعقله. ناعقل میتونه هر چیزی باشه، از جنس دین، سنت ها، خرافات، لالایی مادر، شعر، همه اینها در مقابل عقل که نمادش ریاضی است و فلسفه است، در جهان امروز این گفتگو رو ممکن کرده. یه متفکری مثل جولیا کریستوا در واقع میگه این متون متون شادی هن.
چرا؟ چون این متون اصولا متونی هستن که دامنه به فراخی بسیار بالایی دارن، یک قالب بسیار بزرگ و بلندن واسه انسان که همه ابعاد انسان درشون دیده میشه، هم عقل انسانی و هم نیروهای ناعقل انسانی. خب ما در انقلاب ایران هم به همین دلیل بعد از انقلاب ایران مردمان شادی بودیم. در ماهای نخستین بعد از انقلاب اتفاقاتی که در جامعه افتاد، شما میبینید مثل متفکری مثل مراد فرهادپور هم وقتی گفتگو میکنه در باب انقلاب ایران، میگه 6 ماه بعد از انقلاب بهترین دوران حیات من بود، چون این دوتا نیرو در جامعه بودن، گفتگو ممکن بود، یک پویایی، یک حیات فکری، یک پویایی سیاسی در درون جامعه ممکن شده بود. خطایی که ما به لحاظ تاریخی مرتکب شدیم چه در زمان پهلوی، در زمان پهلوی نیروی در واقع سلطنت که نماد عقلانیت امروزی هم بود و داشت کشور رو توسعه میداد، ترکیبی از ایرانگرایی و در واقع عقلگرایی یا غربگرایی بود، وجوه اسلامی زندگی ایرانیان را به کنار نهاد. یعنی در واقع وجوه عقلانی و غربگراه گفتمان اون سامانه یا اون نظم نظام پهلوی وجه دینی رو استثمار کرده بود و نمیخواست صدای این وجه دینی آشکار بشه. و اگه چه سرکوب شدیدی هم در پهلوی دوم در برخورد با وجه دینی اتفاق نیفتاد، برخلاف پهلوی اول که برخورد شدید بود، اما به هر حال این صدا صدایی بود که خفه شده بود. اتفاقی که در سالهای بعد از انقلاب افتاده و این خطایی که باز ما دوباره داریم مرتکبش میشیم در وضعیت سیاسی کنونی ما اینه که ما به جای اینکه این تعادل را ممکن کنیم، یعنی این قانون اساسی مدعی ایجاد تعادل بین این دو نیرو بود در جامعه ما، یعنی اجازه بدیم صدای نیروهایی که ذیل مفهوم عقل قرار میگیرن، چه سکولار، چه لیبرال، چه مارکسیست، چه مکتبهای متفاوت فرض کنیم ادبی، چه مکتبهای متفاوت فلسفی، اگزیستانسیالیست، نمیدونم پراگماتیست، همه اینها در واقع ذیل مفهوم عقل باشن توی جامعه و فعال باشن، این طرف هم صدای گفتمان دینی باشه، اینم فعال باشه و در واقع کار خودشو بکنه و این دو دکتر اینو به من بگین که الان یعنی با توجه به نکاتی که شما گفتین این عوامل دست به دست هم داد که الان جامعه شادی نداشته باشی. اتفاقی که افتاده اینه که اگر یک سوی این ماجرا که گفتن اون وجه در واقع دینی ماجرا بخواد صدای گفتمانهای دیگه، اون صدای دیگه رو خفه کنه، کردارهای اونها را به محاق ببره و البته نهادهایی که متولی امر مدرن یا امر عقلانیت هست به محاق برده بشن، بخشی از جامعه احساس استثمار، احساس ظلم خواهد کرد. به زبان رانسیر ببینید اتفاقی که میفته اینه، ما با یک رانسیر بهش میگفت توزیع محسوسات توی جامعه. یعنی چی؟ یعنی ببینید هر کدوم از این گفتمانها، گفتمان دین که کردارهای خاص خودشو داره و نهادهای خاص خودشو داره و این طرف گفتمان عقل یا در واقع گفتمان در واقع به زبان روانکاوی اون طرف گفتمان مادر، این طرف گفتمان پدر، دقت کنین اینها در واقع فقط یک دنیای زبانی نیستن، گفتم اینا در پیوند با یک مجموعه کردارها و نهادها هستن. فارغ از این در برخورد ما با جهان اتفاقی که میفته هر سوی این گفتمان یک سری امور مرئی و نامرئی داره، یعنی یک چیزهایی رو مرئی میکنه، یک چیزهایی رو میگه نباید دید، یک سری امور را قابل شنیدن میکنه، یک سری امور را میگه نباید شنید، یک سری امور را دیدنی میکنه و یک سری امور میگه اینا امور نادیدنی هن. این آگاهانه این اتفاق بله بله. یک سری امور را گفتنی میکنه و یک سری امور میگه غیر قابل گفتنن. این اتفاقی است که در حیات اجتماعی و حیات سیاسی جامعه شما میفته، یعنی شما امور مرئی دارین، امور در واقع شنیدنی دارین و امور گفتنی، در کنارش امور نامرئی، امور در واقع ناگفتنی یا غیر قابل گفتن و امور غیر قابل شنیدن دارین. خب چه اتفاقی میفته وقتی شما اینو ایجاد میکنین؟ همون گونه که گفتمان عقل هم همین کارو میکنه، در واقع گفتمان عقلانی هم همین کارو میکنه. تفاوتی که بین گفتمان عقلانی و گفتمان دینی وجود داره اینه که در گفتمان دینی چون شما مدعی یک حقیقت فرا دنیوی هستین، یک حقیقت ورای انسان، حقیقت ورای تاریخ، حقیقت ورای جامعه و اینو فرا تاریخ، فرا جامعه میدونین، به جای این که در واقع بگیم که خب ما دیدیم انسان چه پیچیدگی هایی داره و بنابراین دائما دامنه این امور گفتنی، این امور قابل شنیدن و این امور قابل دیدن را
وسیع‌تر و وسیع‌تر بکنیم، مبتنی بر پیچیدگی‌های انسان و زندگی اجتماعی که انسان درش داره این زندگی می‌کنه، شما مبتنی بر هنجارهای دینی نمیگین جامعه چیست، میگین جامعه چگونه باید باشد. و به همین دلیل شما گرفتار استبداد حقیقت یا استبداد گفتمانی میشین که این استبداد در کردار و استبداد در نهادها رو هم با خودش میاره. اما گفتمان عقلانی ویژگی که داره، چون اصولا یک امر خودش یک امر فرادنیوی نمیدونه، یک امر فراتاریخ و فراجامعه نمیدونه، عقل حاصل شناخت انسانه، یعنی حاصل شناخت جامعه هست، در پیوند با پیچیدگی های انسان و پیوند با پیچیدگی های جامعه هست، البته به اشکال متفاوت عقل که ممکن شده، چه عقل ابزاری، چه عقل استدلالی، چه عقل اجماعی. منظورم من عقلو که دارم میگم اشکال متفاوت عقلانیتی که در جهان امروزی ممکن شده. عقلانیت به شما میگه چی در جامعه میگذره، چی در جهان میگذره، چی بر انسان عارض شده، و اون به این واسطه دائما دامنه امور مرئی، امور قابل دیدن، امور قابل شنیدن و امور قابل گفتن را فراخ و فراختر میکنه. هیچ محدودیتی در خودش نمیبینه که بخواد در مقابل اون، در واقع مبتنی بر اون محدودیت دامنه این امور را محدود کنه. دو تا اصل بنیادی وجود داره که خب ما در دنیای اندیشه یا در دنیای فلسفه مبتنی بر اون دو در عمل میکنیم، یک اصل عدالت و بعدش اصل آزادی. البته این که من میگم به این معنا نیست که دنیای عقلانیت و اون چیزی که ممکن شده اصل عدالت و اصل آزادی را به درستی ممکن کرده. بحثم بر سر اینه که در دنیای عقلانیت ما با چالش‌های انسانی، چالش‌هایی که کاملا متعلق به دنیای انسان، پیچیدگی‌های حیات سیاسی اجتماعی انسان، حیات اقتصادی انسان هستند، زیر دو مفهوم عدالت و آزادی. عدالت و آزادی هم دو تا مفروضن، دو تا هدف نیستن در دنیای عقلانیت، دو تا پیش‌فرضن. یعنی ما دائما به اینها نزدیک میشیم یا از اینها دور میشیم. اینها دو هدف قابل دستیافتن نیستن در حیات اجتماعی سیاسی و اقتصادی انسان. بعد تا جامعه ما این دو تا پیشفرض رو داره. ما هر دو، ما گرفتار در درون هر دوی این پیشفرض ها هستیم. اما چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که در سالهای بعد از انقلاب افتاده، خب خود به خود این دو گفتمان تجلی کرداری و نهادی پیدا کردن که گفتم مهمترین جایی که تجلی پیدا کردن در متن قانون اساسی و نهادهای حکومت و این نظام سیاسی است که متولی این وضعیت هست. اما اون سوی ماجرا ما با یک جامعه طرفیم که همین وضعیت را از سر داره میگذرونه. اتفاقی که در حیات اجتماعی ما افتاده اینه که جامعه ما، مردمان ما، به واسطه نیروهای متفاوت، به واسطه آگاهی تاریخی که بهش دست یافتن، به واسطه اتفاقات و رخدادهایی که تجربه کردن در سال این 45 سال گذشته، در درون خودشون به یک در نظم رسیدن، به یک هماهنگی، به یک سازگاری، و تونستن این حیاتو ممکن کنن که امر مدرن و امر سنتی در کنار همدیگه زندگی کنن. متاسفانه البته با مداخلاتی که سیاست در درون این توان مردم برای سازگار کردن امر مدرن و امر دینی و سنتی کرده، این فرایند دائما داره به تعویق میفته. اما به هر حال مردمان جامعه ما، مردمان ما جامعه‌ای هستند که مبتنی بر آگاهی تاریخی خاص خودشون. این که میگم آگاهی تاریخی خاص مردمم، قرار نیست مردمان ما فیلسوف باشن، قرار نیست مردمان ما متفکر علوم اجتماعی باشن، قرار نیست متفکر سیاسی باشن. طبق گزاره‌های ساده، مثلا اینکه مادر جون میری بیرون مراقب خودت باش، حجابت هم رعایت کن، کار اشتباهی نکن. به پسرش هم میگه پسر جون عزیزم میری بیرون مثلا میخوای تفریح تو بکنی، به کسی توهین نکن، خدای ناکرده کار نادرستی نکن، به خودت آسیب نزن. این جملات ساده، این گزاره‌های ساده، یا اینکه وقتی در قلمرو سیاست مثلا به ما میگن که اوضاع خرابه، درست بشو نیست، مشکل وجود داره، زندگیمون در تنگنا هست، اقتصاد ما مشکل داره، درآمدمون کم شده، زندگیمون سخت شده، همین ها آگاهی تاریخی مردمه اینا، که میتونه جهتگیری های متفاوتی البته برش عارض شده باشه. اصلا فکرم دکتر تکنولوژی هم خیلی به این آگاهیشون کمک کرده. بله طبعا در جهان امروز که ما با این وسعت تکنولوژی ها، به خصوص این تکنولوژی های ارتباطی، این رسانه ها روبرو هستیم و اینکه دانش به شکل در واقع ساده در اختیار مردم قرار گرفته،
به هر حال این کمک کرده. البته که اتفاقات مهمی در حوزه اجتماعی زندگی سیاسی اجتماعی ما رخ داده، تحولات بزرگ حوزه آموزش، تحولات بزرگ حوزه بهداشت، زیرساختهایی که در جامعه شکل گرفته و همه اینا که البته ضرورت هم بوده، منتی بر سر این جامعه و مردم نیست که بگن ما این کارها رو کردیم. هر حکومتی در جهان امروز باشه باید این کارا رو بکنه، برق، آب، گاز، آموزش، پرورش و همه این اتفاقات، چون اصولا بدون اینها دیگه جامعه ممکن نمیشه. اما مردم ما در کنار این تجارب که به طور در تاریخی برشون حاکم شده، در تعاملات خودشون، در زندگی روزمره، در گفتگوهایی که بین خودشون ممکن میشه مبتنی بر برخوردهایی که با پیچیدگی‌های خودشون کردن، بالاخره جامعه یک زیست روانی داره، دائما داره مسائل خودش رو در روان خودش تجربه میکنه. یعنی شما خودشیفته بودن انسانها رو جامعه تجربه میکنه، اینکه انسانها دارای پیچیدگی‌های عاطفی و روحی روانی و جنسیتی هستن جامعه داره در خودش تجربه میکنه، اینکه انسان دارای پیچیدگی اخلاقی است جامعه داره در خودش تجربه میکنه. همه این تجارب باعث شده که مردمان ما تبدیل به مردمان مجربی بشن، از منظر اینکه پیوند بین گفتمان عقلانی و ناعقل رو در واقع در زندگیشون ممکن کردن. البته که بحران‌های خاص خودش هم داره این متن، اگرچه متن شادی است، اگرچه مردم ما هر دو سوی این ماجرا، یعنی هم به زبان ساده خدا را میخوان و هم خرما را میخوان در زندگیشون، و این عوارضی خواهد داشت، این پیچیدگی‌هایی را بر زندگیشون عارض کرده، اما این شادی را، این در این جهتگیری ذهنی را در مردمان ما ایجاد کرده که ما به دو نیرو در زندگی خودمون مجهز هستیم، هم به نیروی عقل، هم به نیروی ناعقل، هم به نیروی شعر، هم به نیروی فلسفه، هم به نیروی ریاضیات، هم به نیروی لالایی مادر. هر دو اینها در زندگی ما هستن، کردارهای خاص خودشون دارن، نهادهای متولی خاص خودشون داره. اینو شما به راحتی میتونین ببینین در این که من هم عبادت میتونم بکنم، هم میتونم ورزش کنم، هم ممکنه نگام به فرض کنین برخی از حوزه‌های تفریحی زندگی که به طور رسمی در دین من شده نگاه مثبتی باشه، یعنی کنار بیام واسه خودم یک فلسفه در واقع طرح کردم و تونستم اینا رو با همدیگه سازگار کنم. یعنی اینا برای جامعه آسیبه که به قول خودت هم خرما رو بخواد خدا شهر میکنه. من قضاوت نمیکنم، میخوام بگم که حدود تجربه جامعه تا کجاست، در باب درستی و نادرستی این تجربه من سخنی نمیگم، دارم میگم جامعه حدود تجربهش فراخ و گسترده است، بین عقل و ناعقل بر این دو سر طیف دائما در حرکت است. چه اتفاقی در سیاست ما افتاده؟ ببینید در سیاست ما هم قرار بوده همین تجربه ممکن بشه، یعنی ما چه کردارها، چه گفتمان سیاسیمون، چه کردارهای سیاسیمون، چه نهادهای سیاسیمون، باید این تجربه وسیع دو امر عقل و ناعقل رو در حوزه سیاست ممکن میکردن. اما اتفاقی که افتاده تو جامعه ما اینه که ما به تدریج اتفاقی که افتاده نهادهای کردارهای متولی امر دین، گفتمان متولی امر دین و نهادهای متولی امر دین، اونم با قرائت خاصی که در واقع در این نظام سیاسی، نظام قدرت ممکن شده، اون وجه مردمی، اون وجه اجتماعی، اون وجه عقلانی ماجرا رو آرام آرام چه به لحاظ زبانی دیسکورس سیاسی، چه به لحاظ کردارهای سیاسی و چه به لحاظ نهادهای سیاسی به محاق بردن یا تحت فشار قرار دادن. البته نظام سیاسی جامعه ما به واسطه عقلانیت حد اقلی که برش حاکم هست بارها سعی کرده این معادله رو در دنیای سیاست زنده نگه داره و به شما بگه که این هر دو وجه دو نیرو دارن که متولی این دو وجهن، نیروی اصولگرا متولی بعد گفتمان دینی، کردارهای دینی و نهادهای دینی است، نیروی اصلاح طلب متولی بعد عقلانی یا گفتمان غیر دینی در واقع، اگه چه اصلاح طلبان ما هم عمدتاً نیروهای دینی شکل میدن اما به هر حال نیروهایی هستن که قرائت امروزی تری از بحث دین دارن، تر میکنن متولی نهاد همون گفتمان نوگرایی دینی هستن، کردارهای هماهنگتری رو میخوان بین دین و دنیای امروز ممکن بکنن و نهادهای حکومت را نهادهایی میبینن که بتونه اینو ممکن کنه. خب ما توی سالهای گذشته دائما در چالش سیاسی بین این دوتا نیرو در جامعه خودمون در واقع روبرو بودیم و دیدیم جامعه داره پیش میره. اما چه اتفاقی افتاده؟ گفتم آرام آرام اون وجه گفتمان دینی، کردارهای دینی و نهادهای دینی که میتونی اینو در ابعاد متفاوت ببینی، یعنی متولیان اون گفتمان دینی حوزه میشه، ذیل گفتمان اسلامی سازی همه قلمروهای زندگی خودشو مطرح میکنه،
کردارهای خاص خودش، مناسکهای خاص خودش که عمدتاً به شکل توده‌ای یا پوپولیستی است، به شکل راهپیمایی نماز جمعه و این مناسکها و کردارها یا نمیدونم جشنهای مذهبی، اعیاد در تقویم شما، در تقویم رسمی کشور و همه اینها داره دیده میشه. اون طرف ماجرا نهادهایی هم هستن که متولی این امرن، مثل نهاد سپاه، نهاد بسیج، نهاد مسجد، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، نهاد ولایت، نهادهای متفاوتی که متولی این امر هستن و دارن سعی میکنن قدرت خودشون در جامعه بیشتر و بیشتر بکنن. که خب چه اتفاقی میفته اگر شما گفتمان خودتون رو حقیقت مطلق بدونین، یعنی با استبداد حقیقت روبرو باشین در جامعه، شما خودتون رو متولی حقیقت بدونین، دیگه جامعه رو نمیبینین. شما در دنیای ایدئولوژیک خودتون که معتقدین جامعه باید چگونه باشد گرفتارین، یعنی گرفتار یک وهم میشیم. ما گرفتار یک وهمی میشیم که مبتنی بر دیدن جامعه نیست. جامعه امر قابل دیدن نیست. جامعه به زبان رانسیر گفتم دیگه مرئی نیست، شنیدنی نیست و گفتنی هم نیست. امر اجتماعی یا اون پایین جامعه نه دیده میشه، نه شنیده میشه و نمیتونه سخن بگه. یعنی جامعه تبدیل به امر فرودست شده. چرا؟ چون نهاد دین تبدیل به امر فرادست شده. هم میتونه سخن بگه، هم باید دیده بشه و هم باید شنیده بشه. شما در این گونه با جامعه برخورد میکنین. چه اتفاقی میفته اگر شما این گونه گرفتار در ایدئولوژی باشین؟ و این مؤلفه‌ای که من الان اینجا نوشتم و براتون میخونم تا بدونین چه اتفاقی میفته. اتفاقی این قبل از اینکه توضیح بدین اینو به من بگین که الان این برگزاری مناسکی که شما میگی، حالا تو این چند سال اخیر جشن مثلا به عنوان جشن قدیر دارن برگزاری، راهپیمایی خیلی طولانی، یعنی شما فکر میکنید که هدفی که اون نهادهای برگزار کننده دارن اینه که چون جامعه هی داره حقیرتر میشه این ماجرا باید پررنگتر بشه؟ به طور طبیعی داره این اتفاق میفته. ببینید اگر زندگی اجتماعی ما در حالت متعادل قرار داشت، جشن تولد باید در کنار فرض کنیم جشن ختنه سوران باشه، جشن تولد یا مراسم عروسی امروز یا مدرن باید در کنار یا پارتی یا بیرون رفتن تفریح، پیکنیک، اصطلاح پیکنیک باید در کنار فرض کنیم یک جشن مذهبی باشه. به طور طبیعی مردمان ما دوست داشتن هم سفره نذری داشته باشن، هم مهمانی مدرن امروزیشون رو داشته باشن. اما چه اتفاقی میفته؟ نهاد سیاست یا ایدئولوژی رسمی در واقع دائما داره سعی میکنه این وجه گفتمان دینی، کردارها و مناسک و نهادهای خاص خودشو بر جامعه حاکم بکنه و به جامعه میگه به جای اینکه از خودش بپرسه جامعه چیست و چه میخواهد، در پی اینه که به شما بگه جامعه چه باید باشد و من چه میخواهم. خب چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی در دنیای ایدئولوژی، در دنیای کردارهای خاص خودت گرفتاری و در دنیای نهادها، اینم بگم اینها چون جمع محدودی هن به لحاظ جمعیتی و دائما دارن همدیگه رو میبینن، چون قدرت پشت این گفتمان هست، در واقع این قدرتی که پشت گفتمان هست ثروتی وجود داره، پیوندی است بین یک ایدئولوژی و یک ثروت و البته تجلی قانونی هم پیدا کرده. یعنی ثروت، ایدئولوژی و قدرت یا قانون، ثروت، ایدئولوژی و قانون در پیوند با همدیگه قرار گرفتن و یک ترکیب و با همدیگه ساختن. چه اتفاقی میفته وقتی این سه در پیوند با همدیگه قرار میگیرن و جامعه رو نمیبینن و جامعه رو تبدیل به امر فرودست میکنن؟ اتفاقی که میفته اینه که شما دائما دارین به خودتون و به جامعه میگین که من در دنیای ایدئولوژی و گفتمان خاص خودم که همون گفتمان دینی است به حقیقت‌های دست پیدا کردم که این حقیقت‌ها فرا تاریخی هستند، ورای جامعه هستند، ورای انسان هستند، و چون این حقیقت‌ها حقیقت‌های برتر هستند شما باید در دامنه این حقیقت تعریف بشین. شما نمیتونین در درستی یا نادرستی این حقیقت تردید کنین یا شک کنین یا شبهه کنین، فقط باید به قالب این حقیقت در بیاین. در حالی که ما در دنیای عقلانیت این گونه سخن نمیگیم، ما میگیم جامعه چه میگوید، جامعه چه چیزی را به ما نشان میدهد، انسان و پیچیدگی‌های انسان چه هست. ما از طریق کشف حقیقت‌های مربوط به انسان و جامعه دائما داریم سیاست و خودمون را با این حقیقت‌ها سازگار میکنیم. اما در ایدئولوژی رسمی، در ایدئولوژی دین به شما میگن این حقیقت برتر را باید پذیرفت و با اون زندگی کرد. یعنی به شما میگه که وجود عینی خودتو فراموش کن، وجود عینی زندگی خودتو فراموش کن، در قالب این حقیقت خودتو تعریف کن. گفتم اینها چون جمعیت محدودی هستن در واقع دائما با هم دیگه در ارتباطن، متعصب میشن بر این حقیقتی که درش گرفتارن، در اون کردارهایی که درش گرفتارن، در اون نهادها تبدیل به یک انسانهای متعصبی هم میشن، چون جمع محدودی هستن دائما دارن با هم دیگه
دیدار میکنن. شما وقتی دائما با هم دیدار کنین در یک جمع معدود و یک گفتمان خاص را دائما تکرار کنین، این در واقع نظم ذهنی شما به گونه خواهد شد که دائما همین امور را واسه شما بالا میاره، تحت تاثیر قرار میگیره. مثل اینکه شما در صفحه های این مجازی اگه دقت کنین، در صفحه اینستاگرام اگر شما دائما یک سری صفحات خاص را ببینین، دائما اون صفحات واسه شما میاد. نظم ریاضی اینستاگرام به گونه است که دائما، و به همین دلیل هم که گفته میشه امروزه که این صفحه های مجازی بیشتر آدم ها را متعصب میکنن تا اینکه آدم ها را دموکراتیک میکنن. چنین فضایی بر هویت های محدودی که در جامعه هم شکل میگیره ممکن میشه، این هویت ها در پیوند با همدیگه هستن، یک هویت خاص اقتدارگرا پیدا میکنن. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که شما به امر ملت دولت بی‌اعتنا میشین، با اینکه متولی امر سیاسی هستین، اما دائما قوانین مربوط به مدیریت جامعه را در زبان آگامبن با طرح وضعیت استثناء، با طرح موقعیت برهه حساس کنونی، این کلماتی که به کار برده میشه، دائما قوانین مربوط به زندگی اجتماعی را، یعنی اون وجه عقلانی قانون اساسی را به تعلیق در میارین تا این قوانین خاص خودتون رو بر جامعه حاکم بکنه. اینی که جامعه گرفتار آشوب خواهد شد، این یک گزاره ساده است در درون این نوع نظام های ایدئولوژیک. اینه که میگن هزینه ای که در درون جامعه مثلا ممکنه از طریق فساد خودشون نشون بده، این هزینه از طریق ناکارآمدی ممکنه خودشون نشون بده، اینا اصلا مهم نیست. چرا؟ چون باید ایدئولوژی کار خودشو بکنه، گفتمان رسمی، کردارهای رسمی و نادای رسمی کار خودشونو باید بکنن. اگر هزینه کار کردن اینها اندکی فساد هست، اگر هزینه اینها اندکی بی‌نظمی، اندکی آشوب هست، اندکی ناکارآمدی است که آرام آرام به میزان این فساد و ناکارآمدی و آشوب اضافه خواهد شد، در از نگاه این نگاه سیاسی مهم نیست، چون اون ایدئولوژی باید کار خودشو بکنه. اینه که شما با فروپاشی دولت ملت روبرو میشین، با فروپاشی نظم اجتماعی روبرو میشین. تمام عرصه های زندگی ذیل سیطره سیاست قرار میگیره، ذیل سیطره اون ایدئولوژی که خودشو مطلق میدونه. تمام نهادهای اجتماعی تحت استثمار قرار میگیرن. یعنی شما قاعده فرهنگ که گفتگوئه را منتفی میکنین میگین تک صدا، قاعده اجتماع که روابط انسانی گرم و منتفی میکنین میگین روابط پیوندها رو میخواین گسسته کنین. به همین دلیله که به لحاظ اجتماعی پیامد این ایدئولوژی انسانهای تنها هن، انسانهای منزوی هن. دائما گفته میشه چرا طلاق ممکن شده. خب شما دقت نمیکنین که در درون این ایدئولوژی وقتی شما به انسان میگین این گونه باش، پیوندهای تو باید این گونه باشه، تو باید به این شکل زندگی کنی، تو این چارچوبها باید زندگی کنی، و شکوفایی انسان رو منتفی میکنی، بروز انسان. ما توی جامعه دائما باید وجه ابرازی داشته باشیم. اگر بروز ما، اگر شکوفایی ما، اگر کنشگری ما، اگر آزادی ما، اگر تأمل ما بر زندگی ممکن نشه، ما تبدیل به انسانهای تنها و منزوی خواهیم شد که این انسانهای تنها و منزوی قطعا نمیتونن در پیوند با هم دیگه قرار بگیرن. چرا؟ چون شرط پیوند زبان آوریه، شرط پیوند ایجاد عاطفه انسانی و تبادل عاطفه انسانی است. اگر شما انسانها را فاقد دنیای زبان بکنین، فاقد تأمل بکنین، فاقد اندیشه بکنین، فاقد عاطفه بکنین، این انسان‌ها نمیتونن در پیوند با هم دیگه قرار بگیرن. اون موقع نهادی مثل خانواده که یک نهاد گفتگویی است، یک نهاد عاطفیه. من بارها گفتم ازدواج عاشقانگی یک امر گفتگوییه، یعنی شما به میزانی که با هم دیگه سخن میگین در واقع عشق یا خانواده رو میتونین ممکن بکنین، به میزانی که تبادل احساس و عاطفه با هم دارین میتونین عشق یا عاطفه رو ممکن بکنین. خب نظام سیاسی که به شما اجازه سخن گفتن، شکوفایی زبانی، شکوفایی تفکر، شکوفایی اندیشه، شکوفایی احساس و عاطفه رو به شما نمیده، این نمیتونه فردا به ما بگه که چرا این همه طلاق داره تو جامعه اتفاق میفته و چرا پیوندهای انسانی این همه گسسته است، این همه میزان خشونت، خشونت زبانی، خشونت قتل، انحرافات اجتماعی، مصرف الکل و هزار نوع از این اشکال انحرافات، این که چرا جامعه در پیوند با همدیگه قرار نمیگیرن، چرا مردم گفتگو نمیکنن، چرا وجه اجتماعی پیدا نمیکنه، چرا مردم کنشگری اجتماعی ندارن، چرا مردم دغدغه زندگی سیاسی اجتماعیشون رو پیدا نمیکنن، چرا این همه افسردگی بالاست، چرا میزان مصرف داروهای افسردگی این همه یا داروهای عصبی اینقدر بالاست. این جامعه نمیتونه، این سیاست نمیتونه. چرا؟ چون این سیاست گرفتار بدنی است که باید در قالب عفت یا حجاب یا پوشیدگی فهمیده بشه. این بدن نباید دیده بشه، این بدن نباید ازش سخن گفته بشه، این بدن نباید در واقع شنیدنی بشه. اما جامعه گرفتار بدن چیه؟ جامعه گرفتار بدن حسی، عاطفی،
گرفتار بدن جنسیه و گرفتار بدن قحطی زده است. حتی در شرایط کنونی در شرایط کنونی که بدن قحطی زده منظورم سیستان و بلوچستانه، بدن حسی و بدن جنسی هم که کلیت جامعه است که شما میتونید اینو در نسل جدید به وفور ببینید که چگونه بدن یا اصلا اصولا گسترش این نهادهایی که متولی امر بدن هستن، مثل زیبایی، مثل پزشکی، مثل بادی بیلدینگ، مثل باشگاه ها و امثالهم. اما نهاد رسمی قدرت گرفتار بدنی است که مسئلهش عفت و پاکیه. اون داره میگه شما باید پاک باشین، این طرف بدنی که در جامعه وجود داره میگه من احساس دارم، من نیاز عاطفی دارم، من نیاز جنسی دارم، من نیاز در واقع غذایی دارم. به زبان نیچه جمله فوق‌العاده‌ای داشت، میگفت اگر رفتیم پیش انسانی و اون انسان با شما اینگونه سخن گفت که انسان دو نیاز در پایین‌تنه خودش داره و یک نیاز در مغز خودش داره، طبعا بشینیم به سخن این انسان گوش بدیم، چون این انسان در عینیت خودش داره میبینه که انسان نیازهای عاطفی و جنسی داره، انسان نیازهای غذایی داره و انسان نیازهای مغزی داره، نیازهای روانی داره. اما سیاست و قدرت ما اینو، من یک مثال زدم در حوزه بدن، اینا رو نمیبینه و نمیتونه اینگونه بفهمه. خب شما استمرار این دوتا، یعنی اصرار نهاد قدرت روی اون موضوعی که شما میگین و اون حیاتی که جامعه به دنبالشه، اصرار این دوتا با هم دیگه چه اتفاقی رقم میزنه؟ تصادم رو خواهد داد که شما دارین در تمام حوزه‌ها میبینین. تعارض یا تصادم به طور طبیعی در نگاه دیالکتیکی به جامعه، در سطوح متفاوت، در سطح فرد، در سطح نهادها و سازمانها، در سطح روابط اجتماعی، در سطح حوزه های کلان جامعه مثل سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ وجود داره. اما مهم اینه که نرخ این تصادم باید یک نرخ طبیعی نرمال یا به شکل به زبان جامعه شناسی به شکل هنجاری باشه. این اتفاقی که در جامعه ما افتاده نرخ این تصادم را چنان بالا برده که اصولا الان جامعه نظام سیاسی رو دشمن خودش میدونه، میخواد سر بتنه نظام سیاسی نباشه و نظام سیاسی هم مردم رو دشمن خودش میدونه، میخواد سر بتنه جامعه نباشه. این به وضوح من دارم اینو میبینم. اگر کسی نمیخواد اینو ببینه نبینه. اگر کسی میخواد به من بگه که شما در قالب آرمانگرایی گرفتارین، بذار به من بگه، ولی من این چیزیه که دارم میبینم توی جامعه ما که داره اتفاق میفته. نکته بعدی که اتفاق میفته اینه که این آدمهای جدا از همدیگه، این آدمهای منزوی که در یک آشوب اجتماعی گرفتارن، این آدمها فاقد ریشه میشن، بی اصالت میشن. یعنی چی؟ یعنی پیوندهای شما با فرهنگتون قطع میشه، کتاب خونده نمیشه، فیلم خوب دیده نمیشه، تئاتر خوب دیده نمیشه، شعر خونده نمیشه، گفتگوهای خوب انسانی ممکن نمیشه. وقتی شما در دنیای زبان زندگی نکنین، در حیات اجتماعی از دنیای زبان بیان بیرون، یعنی از دنیای تجارب انسانی، تجارب بشری، تجارب فرهنگی خودتون بیان بیرون، شما بی ریشه این، بی اصالتین، شما موجودات تهی هستین. اصولا در این گونه نظام‌ها که ظاهرا نظام‌های اعتقادی هستن، نظام‌های اعتقادی هستن که شما تصور می‌کنید، چون این یک نظام ایدئولوژی که می‌خواد به شما بگه که اعتقاد داشته باش، کاری که این نظام‌ها می‌کنن اینه که توان باور شما به هر گونه اعتقادی رو از شما می‌گیرن. این یه دروغ بزرگه در درون این نظام‌ها که ما می‌خوایم شما رو معتقد کنیم به یک سری باورها. اصولا توان باورمندی رو از شما میگیرن. به همین دلیل هم است افراد طرفدار این گونه نظام‌های سیاسی افرادی هستند که به لحاظ فرهنگی تهی هستند، خالی هستند، بی پشوانه هستند. حتی در همون دنیای دینی که دارن زندگی میکنن فارغ از سواد دینی هستند، خالی از سواد دینی هستند. میبینید که این آدم‌ها دانش ندارن، اما مناسک و صورت و ظاهر ماجرا، یعنی اون فرم را ممکنه رعایت بکنه. مثل اون قصه‌ای که واسلاو هاول داره تو اون کتاب شعر میکنه که اون مرد ممکنه تو سبزی فروشی باوری به سیستم نداره، اما یه اطلاعی زده که من به این سیستم باور دارم، ولی وقتی باش نزدیک میشیم میبینیم که این هیچ باوری نداره. یا مثل این مغازه‌ها و این پاساژهایی که میبینیم کاغذ زدن حجاب را رعایت کنیم، اما در درونش هیچ اتفاقی نمیفته از منظر رعایت حجاب. این به این معناست که در واقع شما مردمانتون رو تبدیل به مردمان بی ریشه میکنین، فاقد اصالت میکنین، اونها رو از دنیای باورها و آرمانها تهی و خالی میکنین. بقا را واسه انسانها مهم میکنین، فقط بقا، یعنی صرف زنده بودن، زندگی را از جامعه میگیرین. به همین دلیل که آدرنو اون جمله شاکارش مطرح میکنه که در چنین جوامعی، در چنین نظامهای اصولا زندگی زنده نیست، زندگی زنده نیست، حیات اجتماعی ممکن نیست، نفس کشیدن انسانی ممکن نیست، تنفس ممکن نیست، نمیتونی نفس بکشی، نمیتونی احساس کنی، نمیتونی بفهمی، نمیتونی بشنوی، نمیتونی گفتگو کنی،
قادر به تماشا کردن جهان نیستی. بله که ما مجهز به چشمیم، بله که ما گوش داریم، بله که ما میتونیم سخن بگیم، اما ما نه قادریم سخن بگیم، نه قادر به دیدنیم، نه قادر به لمس کردنیم، نه طبیعت را میفهمیم، نه انسان بغل دست تو میفهمی، نه موسیقی را میفهمی، نه شعر را میفهمی، نه ادبیات را میفهمی، نه درد و رنج انسان ها را میفهمی. این به بالا به بارسترین شکلش در نظام سیاسی ممکن شده و در جامعه چنین اتفاقی میفته. اگر آدم ها این گونه بشن، بی خیشتن بشن، بی شخصیت بشن، بی خانمان بشن، بدون اصالت بشن، منزوی و تنها بشن، اتفاق نهایی میفته. و اون چیه؟ انسان ها زائدن، انسان ها اضافه هن. هم جلاد هم قربانی، هر دو اینو درونی کردن که ما موجودات زائدی هستیم، ما موجودات اضافه هستیم، ما لیاقت زندگی کردن در جهان نداریم. اینیش که وقتی سوال پرسیده میشه که این نوع سیاست به کی داره خدمت میکنه، این غلطه. به زبان هانا آرنت این غلطه. نباید پرسید که این سیاست به کی داره خدمت میکنه. البته که این سیاست یک هدف داره و البته که به یک گروه های خدمت میکنه، چون منابع و مناسکایی که این مناسکایی که وجود داره، این گفتمان و این نهادها دست بر منابع کلی این کشور گذاشتن و این منابع در اختیار اونها قرار میگیره. اما مهمتر از این سوال که این نوع سیاست به چه کسی خدمت میکنه، هدف این نوع سیاست چیه؟ هدف این نوع سیاست عوض کردن ماهیت انسانه، عوض کردن ماهیت جامعه است. و چون انسان و جامعه عوض نمیشن، عملا شما گرفتار یک وضعیت جنون آمیزی. یعنی شما با سیاست هایی گرفتارین، آشنایین، روبرو میشین که فکر میکنین منطق جنون بر اینها حاکم هست، منطق عقلانیت، یعنی همون که گفتم منطق ناعقل. این ناعقل اگر یک صدای در واقع دست دو یا حاشیه‌ای باشه در مقابل گفتمان عقل، چون نظم جهان، نظم انسان، نظم بشر، نظم جوامع انسانی مبتنی بر گفتمان عقلانیه. اگر این گفتمان دین، این گفتمان ناعقل، این گفتمان مبتنی بر ایده آخرت، گفتمان مبتنی بر ایده روح، این گفتمان مبتنی بر ایده پیوند و آسمان، این گفتمان مبتنی بر پیوند با وجود نامرئی یا نادیدنی این جهان با راز عالم، به عنوان یک گفتمان عقلانی در مقابل عقل مطرح باشه، بسیار خوبه، بسیار جذابه، بسیار مفیده که بتونه دائما عقل انسانی رو کنترل کنه که اون عقل انسانی دست به اعمال غیر انسانی نزنه. یعنی در مقابل خودش همیشه محدودیت‌های خودش رو بفهمه که عقلم به تنهایی نمیتونه در واقع انسان رو به پیش ببره. اما اگر این گفتمان ناعقل تبدیل به گفتمان حاکم بر یک جامعه بشه، وضعیت جامعه وضعیت روان پریشی خواهد شد که اون وضعیتی است که ما امروزه درش گرفتار هستیم به لحاظ سیاسی. خب اگر انسان زائد شد، اون موقع همه چیز ممکنه. این که میگیم همه چیز ممکنه، یعنی همه امور غیر عقلانی ممکنن، همه این امور اتفاق میفتن، این امور غیر عقلانی. خب حالا اگه برگردم به دنیای واقعی سیاست، به دنیای واقعی سیاست اگه برگردیم، چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده اینه که ما با یک بازی سیاسی روبرو هستیم که دائما داره توی جامعه ما دامن زده میشه. و اون بازی سیاسی اینه که امروزه به شکل حاد خودش این وجه پیدا کرده: گفتمان سیاسی متولی امر دینی، امر الهی و کردارها و نهادهای وابسته به اون، قدرت حاکم بر جامعه هن. اینو ما از اول انقلاب، از ماهای سال دوم یا سوم انقلاب میبینیم تا امروزه. این گفت متولی این ماجراست، با وجود همه تحولاتی که درش رخ داده، با وجود پویایی‌های ایدئولوژیکی که ممکنه برش آرز شده باشه، اما به هر حال این متولی، این قدرت مطلقه در درون جامعه است. خب ما یک بازی سیاسی داشتیم که فکر می‌کردیم نه اون وجه مردمی قانون اساسی، یعنی همون رئیس جمهور یا اون مجلس شورا یا اون شوراها میتونن این قدرت رو تا حدودی کنترل کنن. اما آرام آرام به سمت سوی رفتیم که اون قدرت مطلق، اون قدرت قاهره، اون قدرتی که سلطه تام داره بر جامعه، اون قدرت دیگه پذیرای وجه مردمی ماجرا نیست، مگر در این حد که در مردم جامعه این سیاست ها رو دنبال کنن، بپذیرن، اطاعت کنن و سلطه مطلق بر خودشون رو بپذیرن. اتفاقی که افتاده بوده، یک نیرو بود در جامعه ما به اسم نیروی اصلاح طلب که این نیرو فکر میکرد میتونه نمایندگی کنه مردم را. به همین دلیل اسم خودش رو گذاشته بود مردم سالاری دینی. اسم خودش رو گذاشته بود مردم سالاری دینی. باز هم اگه دقت کنین صفت دینی داره، صفت مردم سالاری
نداره. ولی میخواد بگه که در زندگی اجتماعی جامعه ما مردم هم امروزی هن و هم دیندارن، منم اونها رو دارم نمایندگی میکنم، بنابراین مردم سالار دینی هم. خب این گفتمان در سال 76 که ممکن شد در مقابل قدرت سعی کرد نمایندگی کنه مردم را، اما نتونست. بارها تأکید شد که امکان پیشبرد اون سیاست‌هایی که مد نظرش بود و نمیتونه داشته باشه. ما باز هم این ماجرا رو در گفتمان اعتدال در واقع دیدیم و مشاهده کردیم، که البته همین امروز خود این آقایون اصلاح طلب به این گفتمان میگن گفتمان اصلاحات تقابلی، اصلاحات هویت‌گرا، یعنی خودشون از ایده‌های خودشون دست برداشتن، که من اسمشو گذاشتم نفرت اصلاح طلبان از اصلاحات. خودشون دارن میگن که ما دیگه نمیخوام هویت مردمی داشته باشیم، مدعی صرف مردم باشیم، ما نمیخوایم در تضاد با قدرت قاهره قرار بگیریم، ما میخوایم با این قدرت همکاری کنیم، تعامل کنیم. یعنی از 76 تا 84 موفق نبودن؟ هیچ اتفاقی در جامعه ما نیفتاد، با وجود اینکه حداقل‌هایی از نظم اقتصادی ممکن شد، من منکر این نیستم، حداقل‌هایی از نظم فرهنگی ممکن شد، حداقل‌هایی از نظم سیاسی اجتماعی ممکن شد، اما باز هم شما با رویدادها و اتفاقات مهمی روبرو هستین، استثناهای خاصی که میتونه به شما نشون بده، اون به زبان دریدا رده، نشانه که شما اگه اون رد رو پیگیری کنین، اون نشان رو پیگیری کنین، اون رد پا رو پیگیری کنین، میتونین ببینین که اون در اون دوران هم اتفاق خاصی نیفتاده. مثل چی؟ مثل حمله به کوی دانشگاه. مثل چی؟ مثل قتلای زنجیره‌ای. مثل چی؟ مثل عصبانیت‌های دامی آقای خاتمی. مثل چی؟ مثل اون جمله مشهور هر نوروز یک بحران. مثل چی؟ مثل حمله نیروهای حزب الله یا انصار حزب الله به محافل سخنرانی روشنفکران دینی، کسایی مثل عبدالکریم سروش. مثل حمله به دانشگاه ها. مثل چی؟ مثل تنش هایی که توی خیابون ها دائما ممکن شد، تو اون حمله به کوی دانشگاه و اون اتفاقاتی که بعدش افتاد. اینا رد پاها بودن، اینا نشانه ها بودن، اینا در ویژگی هایی بودن که میتونه به شما بگه که حتی در اون سالهای جنبش گفتمان اصلاحات هم نشانه هایی از سیاست اقتدارگرا که داره دخالت میکنه در وجه اون مردمی سیاست که نمایندگیشو گفتمان اصلاح طلب بر عهده داشت شما دارین میبینین. که خب این باعث چی شد؟ این باعث شد که گفتمان اصلاحات از اهداف خودش دور شه. یکی از مهمترین دیگر نشانه ها بستن دائمی رسانه ها بود. هی روزنامه زده میشد، هی روزنامه میومد بیرون، هی بسته میشد. نشاط، توس، جامعه و امثالهم. ببین اینا نشانه ان، اینا دارن به شما میگن که چه اتفاقاتی افتاده. من آدم بی‌طرفی ام، من پلیتیسیان نیستم، سیاستمدار نیستم، آدمی هم نیستم بخوام بازی سیاسی کنم. من یه تحلیلگرم، من نهایتاً دیرینه شناس یا تبار شناس سیاست در ایرانم. خیلی هم به این حوزه علاقه من نیستم بگم واقعا تمام وقت و ذهن منو با خودش گرفتار کرده، ولی آدمی هم که چون دیدگاه‌های نظری در حوزه سیاست، فلسفه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی رو مطالعه می‌کنم، از این منظر دارم به جامعه نگاه می‌کنم. بگردم من قضاوتی در خصوص اینا، تجربه‌هایی است که بر ما عارض شده. نتیجه اون ماجرا چی شد؟ گفتمان پوپولیستی احمدی نژاد و اتفاقاتی که در اون دوران افتاد که اقتدارگرایی داره خودشو به کامل نشون میده و ما با آغاز آرمان شهر شیعی مهدویت باور طرف هستیم. مهدویت‌گرا، موعودگرا، ما با یک مسیانیسم، یک وعده در آینده. ببینید تا قبل از اون ما حداقلی از عقلانیت وجود داشت، این که معطوف به جامعه بودیم و فکر میکردیم داریم سیاستی رو ممکن میکنیم که جامعه رو متحول کنه، که در دولت توسعه سازندگی هاشمی یا اصلاحات سیاسی آقای خاتمی میشد اینو دید، با وجود همه مشکلاتی که گفتم، اون رد پاهایی که نشون میداد قدرت قاهره دستبردار نیست. اما از گفتمان احمدی نژاد به بعد، یعنی از دوران احمدی نژاد به بعد، گفتمان سیاسی تبدیل به یک مسیانیسم، یک آینده گرایی، یک موعود گرایی میشه. اینکه ما باید جهان رو تغییر بدیم، باید کلیت جهان رو در اختیار بگیریم، قدرت نیروهای نظامی تقویت میشن، باید وجه بازدارندگی نظامیمون باید تقویت میشه، که خب با اون زنده شدن مسئله هسته‌ای و اتمی روبرو هستیم تو جامعه ما. از اینجا به بعده که ما این در آرام آرام با به محاق رفتن وجه مردمی، وجه عقلانی، وجه انسانی قانون اساسی روبرو هستیم و میبینیم که آرام آرام اون وجه الهی، اون وجه ولایی و اون وجه آرمان شهر شیعی موعودگرا داره خودشو نشون میده. خب چه اتفاقی افتاده؟ طبعا این گونه سیاست ها رو در پیش گرفتن جامعه رو با بحران های متعدد روبرو میکنه. طبعا این بی‌اعتنایی به دنیای اقتصاد، به بی‌اعتنایی به نظم جهانی، خروج از نظم جهانی، قرار گرفتن در انزوا، حاکم شدن تحریم بر شما، تنها شدن،
بیرون رفتن از چرخه اتفاقات جهانی، از فرایندهای جهانی چه چیزی رو بر شما عارض میکنه؟ آرام آرام شما ثروتهای جامعتون کم میشین، درونداد جامعتون کم میشه، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ اجتماعی، درونداد جامعه کمه و این جامعه رکود حاصل میشه برش، تبدیل به مرداب میشه، داره در درون خودش میگنده، تبدیل به یک مرداب میشه، داره میگنده. خب جامعه که اینگونه نیست، یک جمعیت 80 میلیونی که اینو بر نمیتابه، این جامعه 80 میلیون همون گونه که سیاست میگه من میخوام تحریم ها رو دور بزنم و این اتفاقی که در جامعه ما افتاده اینه که به واسطه این تحریم ها و این انزوا و خارج شدن از نظم سیاسی و نظم بین الملل، سیاست متاسفانه تبدیل به مافیا شده در جامعه ما. جامعه ما هم واسه خروج از این بحران ها واسه خودش راهکارهایی رو میخواد پیدا کنه که این بحران ها رو در واقع اثر بگذرونه. این میتونه پیدا کنه آقای دکتر. این بحران ها اثر گذرونده نمیشه، این بحران ها فقط با روش های نادرست دارن پاسخ خودشون میبینن. اینه که شما میبینین که کل مجموعه جامعه گرفتار فساده، شما کل مجموعه جامعه را دارای سقوط اخلاقی میبینین، کل مجموعه جامعه را دارای سقوط شخصیتی میبینین، کل مجموعه جامعه و سیاست، مجموعاً دارم میگم هم سیاست هم جامعه، سقوط اخلاقی، سقوط شخصیتی، سقوط اصالت فرهنگی، سقوط عاطفی، سقوط احساسی، سقوط اقتصادی، سقوط فکری، همه اینها بر جامعه عارض شده. البته هنوز چون این جامعه به طور تاریخی، ما در تاریخ جامعه ایران همیشه با جامعه قوی روبرو بودیم و دولت‌های ضعیف، این جامعه داره از گذشته تاریخی و انباشت‌های اقتصادی خودش، از انباشت‌های فرهنگی خودش، از انباشت‌های عاطفی خودش، از انباشت‌های احساسی خودش، از انباشت‌های هنری خودش داره تغذیه می‌کنه. اما این منابع همون گونه که در محیط زیست داریم می‌بینیم، این منابع داره از اون منابع هم تغذیه میکنه، این منابع دارن تخلیه میشن. یعنی ما آرام آرام با یک وضعیت روبرو هستیم که جامعه از یک سو داره تخلیه میشه، اما از یک سو چه اتفاقی میفته به شکل دیالکتیکی؟ خب شما، ما که نمیتونیم جامعه رو خطی ببینیم، جامعه به شکل دیالکتیکی داره به تأمل وادار میشه، اگرچه من اسمشو گذاشتم تأمل در وحشت. جامعه داره میاندیشه بر وحشتی که برش داره عارض شده. اینه که جنبش 96، جنبش 98، جنبش 401، جنبش زن زندگی آزادی حاصل تأمل جامعه در وحشتی است که برش عارض شده، حاصل تأمل جامعه در انحطاطی است که بر جامعه عارض شده، حاصل تأمل جامعه در امتناع توسعه است که بر جامعه و خود حتی امتناع جامعه، ما مفهوم امتناع جامعه رو بروید، جامعه داره میاندیشه، داره در این وحشت تأمل میکنه. به همین دلیل جامعه در این که با بحران‌های جدی روبرو است، چون ما جامعه بزرگی داریم، تاریخ بزرگی داریم، ما نمیتون شما نمیتونین تو این جامعه استبداد زبانی حاکم کنیم که اصولا اصلا ممکن نیست، چون تا زمانی که زبان وجود داره و اصولا چون معنا در زبان چند لایه است، چون واژگان زبانی چون چند لایه هستن، به هیچ عنوان شما در هر جا استبداد ممکن کنی به زبان باختین، در دو جا نمیتونی استبداد ممکن کنی، یکی در زبان و یکی در رمان. چون جامعه ما جامعه ادبیه، جامعه است اهل ادبیات، اهل دنیای فرهنگ، با شکل دیالکتیکیش که هم نزول پیدا کرده و هم داره تأمل میکنه مبتنی بر همین منابع، اینا رو باید به شکل دیالکتیکی دید. این به معنای این نیست که در حرفای من تناقض وجود داره، نه، این نگاه دیالکتیکی، نگاه تناقض آمیز باید به حیات اجتماعی ما داشته باشه. و این تعریف جامعه دو قطبی شده رو میتونیم تو این قالب تعریف کنیم، بگیم نه دو قطبی نشده؟ نه، جامعه دو قطبی نیست. ببینید جامعه به طور کلی که گفتم از اون ابتدا، جامعه ما داره دو تا دنیای متفاوت رو تجربه میکنه، هم دنیای سنت هم دنیای امر عقلانی، هر دو اینها، و اینها دو طیفن که گاه سنت بیشتر قوی تر میشه در یک جایی، مثلا ایام محرم، ایام ماه رمضان فرض کنیم، گاه عقل قوی تر میشه در ماها یا روزهای عادی زندگی، عقلانیت قویه، یا در زندگی روزمره شما وقتی به مسائل اقتصادی، به مسائل احساسی و عاطفی، به بحران‌های دنیای امروزی که گرفتار هستین، وجه عقلانی شما قوی میشه، بریم دکتر، بریم معالجه، بریم پیش روانکاو حرف بزنیم، گفتگو کنیم، بریم دانشگاه، سواد داشته باشیم، کتاب بخونیم، گاه وجه سنتی شما قوی میشه، به این معنا که خب شما میرید وقت نماز، میخوای عبادت بکنی، میخوای توسل پیدا کنی به رازهای عالم،
تو اون ساعت ها در درون شما هم همین گونه است. شما وجوه عقلانی دارین، پیچیدگی های روی روانی خاص انسان رو دارین به معنای بدن انسان، بدنمندی انسان، هوشمندی انسان، توانمندی های عقلانی انسان، اما انسان زیست روانی نیازمند امر الهی رو هم داره. ما همین خاطر که نیاز روانی به ادبیات داریم، به فلسفه داریم، به ریاضیات داریم، به توجه به امور اقتصادی و مالی داریم، به عاطفه داریم، به امور جنسی داریم، همون قدم نیازمند به لحاظ روانی نیازمند توجه به امر الهی هستیم. اینها در درون انسان پویا هستند، وجود دارن. متاسفانه اتفاقی که در جامعه ما افتاده اینه که سیاست ما اینو نمیدونه. جامعه ما با بحران روبرو کرده و جامعه ما رو هم گرفتار تنگناهای خاص خودش ساخته. خب حالا اگه برگردم به دنیای سیاست، جامعه داره تأمل میکنه در وحشت خودش و واکنش نشون داده به سیاست، به کارهایی که داره سیاست میکنه، به اون آرمان شهر موعودگرا، مهدویتگرا، مسیانیست، به این کارهای غیر عقلانی که داره در سیاست ممکن میشه، به اون تصوری که سیاست داره که جامعه باید چنین باشد. جامعه داره به سیاست میگه من چنین نخواهم شد، من اونی هستم که هستم، من چنین نخواهم شد. بله ممکنه بخشی از جامعه هم که خب در اون ذهنیت گرفتارن و کمتر دنیای امروزی رو تجربه کردن، خب این گفتم طیفه، بسته به این داره که چقدر شما دنیای امروزی رو تجربه کنین، چقدر تجربه نکرده باشین. بخشی از این نیروها ممکنه وجود داشته باشن که فقط همین امر الهی رو میخوان و اونا میگن جامعه باید چنین باشن. اینو تو گفتار نیروهای مذهبی داریم میبینیم. اما جامعه، جمعیت عظیمی از جامعه که اکثریت جامعه داره میگه من چنین نخواهم بود، من میخوام چنین باشم به شکل حد اقلی. بله که من زیست روانی، من نیاز روانی به امر الهی، به امر خدایی، به گفتمان الهی و گفتمان دینی هم دارم، اما این وجوه خاصی از زندگی منه، وارد دنیای حریم خصوصی من است، یک امر کاملا فردیه، گوشه‌های از زندگی من دیده بشه، اما من نمیخوام اینو در مدیریت جامعه، در سیاست کلان جامعه ببینم. سیاست ما هم میخواد اینو تحکیم بکنه، اینو تثبیت بکنه، اینو بر جامعه غالب بکنه و ما گرفتار این منازعه هستیم. بنابراین منازعه واقعی منازعه بین مردم و قدرت سیاسی حاکمه. دو نوع قدرت با هم دیگه درگیرن، قدرت جامعه که اگرچه یک جامعه است که حداقل وجوه دینی خودش رو نگه داشته، اما جامعه است امروزی مدرن، معاصر، نو شده، رو به توسعه و میل به زندگی داره، امر زندگی واسش مهم شده، زندگی روزمره، زن زندگی آزادی، زن نماد زندگیه، زن نماد پویاییه، زن نماد نشاطه، زن نماد شاعرانگیه، زن نماد رقصه، زن نماد مادرانگیه، زن نماد تولده، زن نماد عاطفه است که در درون همه اینها حیات نفته است، زندگی، و البته با خودش آزادی رو میخواد بیاره. زنان ما زنانی هستن که اصولا مفهوم سیاسی آزادی رو ممکن کردن. ما تاریخمون واقعا به این زنان مدیونه. واسه اثبات مردانگیتونم باید زنانگی داشت، باید زن بود. شما در چنین جامعه‌ای دارین امروز زندگی میکنین و سیاست نمیخواد اینو بفهمه. سیاست باز میخواد اینو به محاق ببره. سیاست باز میخواد سیاست مردسالار رو بر جامعه حاکم کنه، اون قدرت قاهره مطلق مردسالار. خب اگر منازعه مردم و قدرته، اگر منازعه بین اون نیروی زنانگی، اون نیرو نمادین دارم حرف میزنم، استعاری، اون نیروی پویا، نشاط آوری که در جامعه انباش شده و میخواد نشون بده من میل به زندگی دارم. دقت بکنیم این که بگیم میل به زندگی یعنی چی؟ یعنی که گفتم مسئله بدن واسه جامعه مهم میشه، مسئله غذا مهمه، مسئله ظاهر مهمه، مسئله شادی مهمه، مسئله تفریح مهمه. این به این معنا نیست که جامعه جدیت نداره، فقط میخواد لذت ببره. این متاسفانه گفتمان غلطی که بعضی از این آقایون ایدئولوگ سیستم میخوان مطرح کنن. نه، نکته اینه که شما اگر بخواید لذت را واسه همه جامعه ممکن کنین و جمعیت بیشتری از مردم به خوبی زندگی کنن، این نیازمند یک جدیت تامه. به جای سلطه تام، جدیت تام میخواد. یعنی شما باید دقیق، صبور، هنرمندانه، مبتنی بر علم، مبتنی بر عقلانیت کار کنین تا بتونین یک زندگی همراه با شادی و لذت را برای مردمتون ممکن کنین. این اینگونه نیست که شما بگین مردم گرفتار لذتن و این طرف جدیت دین، خشک مقدسی دین، نمیدونم خشک مقدسی علم وجود داره، مردم ما این چیزا رو نمیدونن. نه خیر، این کاملا گزاره غلطیه. مردم ما میدونن که ممکن کردن لذت، ممکن کردن شادی، ممکن کردن زندگی خوب،
نیازمند اینه که شما خوب زندگی کنی، جدی زندگی کنی. زندگی خوب حاصل خوب زندگی کردنه، و خوب زندگی کردن یعنی که اهداف عقلانی و انسانی و اخلاقی را ممکن کنیم، یعنی که ما جدیت باید داشته باشیم. اما گفتمان سیاسی میخواد این منازعه را دوباره تقلیل بده به یک امر سیاسی بین خودش و نیروهای سیاسی که در درون جامعه وجود دارن، که در مقابل اون تحت عنوان نیروی اصلاح طلب مطرح هستن. صحنه منازعه را دوباره میخواین از یک صحنه منازعه واقعی تبدیل به یک صحنه منازعه غیر واقعی بکنین. به زبان مارکس میگفت ایدئولوژی کارش اینه که منازعات واقعی جامعه را به محاق میخواد ببره و منازعات دروغی میخواد حاکم کنه. منازعه در درون وضعیت فعلی جامعه ما منازعه گفتمان اصولگرا و اصلاح طلب نیست، به خصوص گفتمان اصلاح طلبی که از اصولگرا الان خودش اصولگراتر میدونه، یعنی گفتمان اصلاح طلبی که داره توبه میکنه، داره میگه من براءت میجویم از اهداف گذشته خودم، داره میگه که من میخوام بیام با تو همکاری کنم، منم مثل تو هم. البته نتیجه نهایی این خواهد شد که گفتمان اصلاح طلب و گفتمان اصولگرا همدست میشن و هر دو در مقابل مردم قرار میگیرن و در نهایت برنده نهایی مردم خواهند بود. اما این خطای استراتژیکی است که این نیروهای سیاسی دارن مرتکب میشن، به جای اینکه رو به سوی جامعه کنن در کنار مردم وایستن، باز وارد بازی قدرت شدن. چرا من میگم نباید این کار کرد؟ به این دلیل، ببینید، نقدی که مرحوم سید جواد طباطبایی به مرحوم شریعتی میکرد، با وجود اینکه من اندیشه‌های شریعتی رو تا حدودی دوست دارم و دنبال میکنم، تجربه های دوران نوجوانی و جوانی من هست و هنوز هم به لحاظ فکری برخی از گزاره‌های موجود در اندیشه‌هاش و گزاره‌های مهمی میدونم، اما نقد مرحوم سید جواد به دکتر علی شریعتی نقد کاملا درستی بود، و اون نقد این بود: مرحوم طباطبایی معتقد بود که باید گذاشت دیالکتیک درونی دین ممکن بشه. میگفت ما تا عصر مشروطه به دلیل مسائلی، رخدادهای، اتفاقاتی که به دنیای جهان اسلام روبرو شده و گفتمان دینی متولی پاسخ گفتن به این مسائل بوده، مجبور بوده در درون خودش تحولاتی رو ممکن کنه، که اوج اینو توی یک گفتمان آیت الله نائینی، تنبیه الام تنزیه المله، اگه اشتباه نکنم اسم این کتاب، داریم میبینیم که اونجا آیت الله نائینی داره از استبداد دینی و نقد استبداد دینی سخن میگه. مرحوم طباطبایی معتقد بود که باید بذاریم به طور طبیعی این تناقضات، این دیالکتیک درونی دین ممکن بشه و خودشون نشون بده در این تناقضات و دیالکتیک درونی اصلاحات دینی در درون دین، در درون تشیع، در درون اسلام ممکن خواهد شد. اما نقدش به مرحوم شریعتی این بود که پیوندی که شما ایجاد کردیم بین گفتمانهای غربی و گفتمان دینی و سعی کردیم دین را بروز کنیم و به این گفتمان دینی پاسخگوی مسائل هست، شورا همون دموکراسی و این ایده هایی که مطرح می شد، البته به این سادگی که من الان میگم نیست، اونم گفتمانی پیچیدگی های خاص خودشو داره، البته باش آشنا هم در این حوزه کار کردم، اینجا الان وقتش نیست صحبت بکنیم. اما می گفت که شما دیالکتیک و تناقض درونی دنیای دین را به تأخیر انداختین، منتفیش کردین، باعث شدین که این دیالکتیک درونی منتفی بشه، چون شما ایدئولوژیایی را ساختین که این ایدئولوژیا ظاهرا دارن بین دین و دنیای امروز سازگاری ایجاد میکنن. ببینید قدرت ما الان این همین نقد بر امروز ما، قدرت قاهره یا قدرت اون گفتمان سنتی، گفتمان دینی و کردارها و نهادهایی که وابسته به اونن و امروزم که گفتم در پویایی ایدئولوژی که خودش رسیده به یک موعود باوری، یک مسیانیست، یک آینده گرایی مبتنی بر ایده مهدویت که داره دائما هم در این نهادهای متولی این گفتمان آموزش داده میشه به این نیروها، این دارای قدرت رو به طور کامل میگه. تو این تفکر یعنی از همون سالهای اول انتخابات ریاست جمهوری بر کشور غالب بوده، یعنی آرام آرام قدرتمند و قدرتمندتر شده تا امروزه که ما با قدرت مطلق این گفتمان روبرو هستیم. خب چه اتفاقی میفته؟ این گفتمان متولی اینه که همه امور باید تحت کنترل من باشه. من میگم شما همه امور رو بهش واگذار کنید، چون شما نمیتونید به این گفتمان بگین که این کارو نکن، چون این گفتمان مجهز به قدرت هم گفتمانی خودش میدونه، استبداد حقیقت داره و میگه همه حقیقت نزد منه، و همین که همه عوامل بیرونی که میتونن این گفتمان رو تو جامعه ممکن کنن رو در دست گرفته. اگرچه این کار ممکن نیست، اگرچه این کار انجام پذیر نیست، هم قدرت رسانه‌ای داره، هم قدرت نظامی داره، هم کردارها و مراسمها و مناسک دستش هست، هم نهادهای رسمی حکومت دستش هست، هم کل اجتماع رو تحت کنترل خودش گرفته. بنابراین میخواد این گفتمان رو اجرایی کنه، این عملیاتی کنه، انسان خاص خودش رو بسازه، جامعه خاص خودش و حتی جهان خاص خودش. میخواد چیرگی جهانی پیدا کنه که ذیل همون گفتمان مدیریت جهان، یا اینکه موفق میشه؟ گفتن این اصولا ناممکنه،
اصولا ناممکنه، اما ما داریم در یک وضعیت تاریخی هستیم که این وضعیت را داریم تجربه میکنیم. اگر قدرتی این گونه هست، شما نمیتونین با ورود به سیاست، با آوردن مجموعه ای از نیروهای سیاسی دسته چندم این قدرت را کنترل کنین، این قدرت را مدیریت کنین. بنابراین شما تنها کاری که میکنین وارد دنیای قدرت میشین و منازعه واقعی جامعه را تبدیل به یک منازعه دروغین میکنین که منازعه بین جریان اصولگرا یا جریان اصلاح طلب خواهد شد. منازعه واقعی بین این قدرت هست و مردم. باید اجازه داد این قدرت که به لحاظ جمعیتی هم اقلیت جامعه هست، به لحاظ گفتمانی گفتمان قدرتمندی نیست، چون عقلانیت خاص خودش دارای عقلانیت نیست، با جهان امروز سازگار نیست، گفتمان محجوری است در جهان امروز. و اگرچه من میپسندم تا حدودی گفتم، من قبول دارم به لحاظ تفکر شخصی خودم که انسان زیست روانی دینی داره، نیاز به امور دینی داره، کردارهای دینی آرامش بخش و حتی نهادهای دینی مثل کلیسا و مسجد باید باشن در جامعه که انسان ها برن و به اون سمت سو و تجارب دینیشون رو ممکن کنن. اما ورود این قلمرو به دنیای سیاست با این گستردگی و ممکن کردن این در جامعه کاملا ناممکنه. بنابراین منازعه واقعی، منازعه بین این که یک گفتمان میخواد کلیت جامعه رو در بر بگیره و جامعه ایست که این کلیت رو نمیخواد بپذیره، این منازعه واقعی ماست. خب چه اتفاقی میفته؟ شما اگر اجازه بدین که این قدرت واقعا قدرت مطلق رو در دست داشته باشه، مجبور با تناقض روبرو خواهد شد. چون کشور ما کره شمالی و کوبا نیست که دو تا کشور کوچیک یا شبه جزیره مثل کره شمالی باشه. کشور ما کشور بزرگی است با مسائل بزرگ و بحران‌های عدیده، در بزنگاه تاریخ، در بزنگاه جغرافیا قرار گرفته، مسائل بزرگی برش عارض هست. این کشور با این همه مسئله، با این میزان جمعیت، با این پیچیدگی‌هایی که در جهان امروز وجود داره، با بحران‌های متعددی و مسائل متعددی روبروست. اگر این قدرت بر جامعه حاکم باشه که هست، اما ما نیروهای سیاسی سعی میکنن اینو هی معدودش کنن و معدودش کنن که حتی میگم که اونم گفتم ناممکن هست، اما این قدرت اگر خودش با این مسائل روبرو بشه، دیالکتیک درونیش ممکن بشه، با تناقضات خودش روبرو بشه، ممکن هست اتفاقی در جامعه شما بیفته و این قدرت آرام آرام به این پی ببره که نیازمند یک عقلانیت هست، نیازمند پذیرش قدرت مردمه، نیازمند دست از این گفتار برداره که جامعه باید چگونه باشد، انسان باید چگونه باشد، جهان باید چگونه باشد، ببره به سمت این که جامعه چیست، انسان چیست، جهان چیست. ممکنه این اتفاق بیفته، اما شما وقتی منازعه رو تقلیلش میدین بعد در این منازعه نیروهای مدنی جامعه هم باید پویا باشن. جامعه ما گفتم داره تأمل میکنه در وحشت، در سختیایی که برش داره میگذره، اگر چه تخیل پر از هراسه، اگر چه تخیل پر از ناامیدیه، اگر چه تخیل پر از تنهایی و انزواست، اگر چه تخیل پر از واماندگی در امور خودش هست، اما داره میاندیشه با همه این مشکلات، داره در این وحشتی که برش و این سلطه‌ای که برش حاکم شده داره تعامل میکنه. جامعه با در اتحاد خودش اون موقع در مقابل این قدرت دائما درخواست میکنه، دائما به چالش بکشه، دائما نیازهای خودشو به شکل مسالمت‌آمیز مطالبه کنه، گاه ممکنه حتی به خشونت منجر بشه، اما باید دائما بخواد. قدرت هم وقتی داره میبینه که با مسائل پیچیده‌ای در جامعه و زندگی اجتماعی روبرو است، نمیتونه اصرار ببرزه بر این موقعیت. اما شما با ورود به دنیای سیاست از یک سو به قدرت پشوانه مردمی میدین. این غلطه که شما فکر کنین قدرت نیازمند پشوانه مردمی نیست و مشارکت مردمی نیست. همه قدرت ها انتخابات را برگزار میکنن که رأی بگیرن. اصولا بی‌معناست که شما بگی من انتخابات را برگزار میکنم که رأی نگیرم. این یک بسیار جمله دروغین و جمله نادرستیه. سوی دیگه ماجرا اینه که قدرت، اگر شما وارد این منازعه بشین، این منازعه واقعی مردم و قدرت را که مبتنی بر یک سوی ماجرا تقویت جامعه مدنی، قدرت گرفتن مردم، این یک سوی ماجرای دیگه مبتنی بر عقب نشینی های دائمی این قدرت مطلقه خواهد شد، چون نمیتونه پاسخگوی مسائل جامعه باشه، اما شما میایین وسط و این منازعه رو تبدیل به یک منازعه دروغین بین دو نیروی سیاسی میکنین. اون موقع منافع مردم به محاق خواهد رفت، مردم ماجرا اون پیوند خاص خودشون رو فراموش خواهند کرد، ادراک تاریخی که برشون ممکن شده یک بار دیگه، ادراک تاریخی هم گفتم فلسفی نیست، تو همین جملات ساده است
که این جامعه خرابه، زندگیمون خوب نیست، خوش نیستیم، سرحال نیستیم، افسردیم. همه اینا ادراک تاریخی، باید اعتراض کنیم. همه اینا ادراک تاریخی است، قرار نیست از جنس فلسفه کانت یا هگل باشه. همین ادراک تاریخی مردم هست. شما باعث میشین ادراک تاریخی مردم از بین بره، پیوندهای حداقلی که بین مردم شکل گرفته از بین بره، قدرت پنهانم باز پنهان خواهد شد، سیاستهای خاص خودش رو دنبال میکنه، شما رو مجبور به پذیرش اون سیاستها میکنه و در این چرخه دائمی بازی مسخره بین بد و بدتر، اون چه که هدر داره میره، اون چه که هرز داره میره، توان این سرزمینه که ما بازی رو تقلیلش دادیم به یک بازی کوچیک حقیر میان دو نیروی سیاسی حقیر و اجازه نمیدیم که توان این جامعه شکوفا بشه، اجازه نمیدیم قدرت این جامعه شکوفا بشه، اجازه نمیدیم این جامعه بتونه توانمندی‌های خودش رو آشکار کنه. و مهمتر از همه، و مهمتر از همه، دقت بکنید، مردم ما دارن تأمل بر وحشت میکنن، مردم ما دارن به این وضعیت خودشون میاندیشن و کنشگری اجتماعی خودشون رو تا اونجا که ممکن بوده به خصوص از طریق زنان و جوانان ممکن کردن، اما و به لحاظ اخلاقی دارن میاندیشن که باید در پیوند باشن، باید به مثال خودشون حساسیت اخلاقی داشته باشن، باید به خون جوانانشون اگه ریخته شده حساس باشن، باید حق‌خا باشن، باید عدالت‌گرا باشن، به عنوان چیزهایی که میشه بهشون نزدیک شد باید آزادی‌خا باشن. شما دارین کاری میکنین که یک بار دیگه جامعه را وسوسه میکنین. اگرچه به زبان هانا آرنت وسوسه کردن لزوما به این معنا نیست که من کنش غیر اخلاقی کنم، اما وسوسه کنش غیر اخلاقی را دوباره دارین بر جامعه عارض میکنین که جامعه بگه من از خودآگاهی تاریخی خودم دست بردارم، چون من میدونم این خودآگاهی هنوز به اون میزان عمق پیدا نکرده، نهادینش نشده در کلیت جامعه، در بخشای زیادی از جامعه نهادینه شده، اما در کلیت جامعه باید به شکل کامل اگه بخواد خودشون نشون بده. اینجاست که در واقع شما دارین عملا جامعه رو دعوت میکنین به سقوط اخلاقی، به سقوط پیوندهای انسانی، به سکوت زبان، به سکوت اندیشه. در این جامعه رو دعوت میکنین به این ماجراها که منافع گروهی و حزبی خودتون رو دنبال کنین. به این دروغ بزرگیه که شما دنبال منافع مردم هستین. هیچ گروه سیاسی از زمان سقراط گرفته تا الان در تمام اندیشه های سیاسی گفته شده وقتی سخن از مبارزه سیاسی از طریق جریان خاصی میشه، یعنی که من میخوام منافع خودم رو تامین کنم، نه منافع مردم. مفهوم مردم زمانی ممکن میشه که این جریان های واسط سیاسی به این شکل در واقع به کنار برن و منازعه واقعی یعنی سیاست ورزی ممکن بشه، نه سیاست بازی، نه اون چیزی که داره به شکل یک بازی دائما بر ما عارض میشه. سیاست ورزی فرق میکنه. سیاست ورزی همون کاری بود که سقراط کرد که به کلیت ماجرای سیاست در جامعه آتن اون دوران معترض بود و اعتراض خودشو نشون میداد. اینه که شما با این کارتون علاوه بر این که ماجرا رو دارین یک تبدیل به یک ماجرای دروغین میکنین، جامعه رو به لحاظ اخلاقی و به لحاظ فکری هم باز به عقب میندازید. اگرچه من معتقدم، اگرچه شخصا معتقدم که نه جامعه این گونه خواهد شد، نه زبان این اجازه را به شما خواهد داد و نه اخلاق این اجازه را به شما خواهد داد. شما فقط دارین سالهای در واقع توسعه یافتگی این جامعه رو به تأخیر میاندازین، فقط مبتنی بر این اشتباهات مهم سیاسی که دارین ممکن میکنین، اشتباهات مهم فکری و اخلاقی که دارین ممکن میکنین، در واقع دارین این فرایند تحول این جامعه را به تأخیر خواهید انداخت. وگرنه در نهایت این جامعه، جامعه پیروزی خواهد بود، این جامعه رو به آینده خواهد داد، این خواهد داشت، این جامعه موفق خواهد شد و اهداف خودش. مطمئنم، یقین دارم من به آگاهی و خودآگاهی این جامعه ایمان دارم، من به توان فرهنگی این جامعه ایمان دارم. اگرچه منتقد جدی عرصه‌ای از زندگی اجتماعی هم هستم، اما به این جامعه، به این مردم، به این توان فرهنگی، به این جوانان، به این زنان، به اون قدرتی که در جامعه در به لحاظ فرهنگی انباش شده، اگرچه به محاق رفته، اگرچه کم رنگ شده، اما باز ایمان دارم به جامعه داره این خودآگاهی رو نشون خواهد داد و قدرتم در این جامعه در نهایت باید بپذیره که باید به عنوان اگر میخواد امر دینی، امر الهی رو زنده نگه داره، میتونه به عنوان یک امری باشه که در گفتمان عقلانیت خلل ایجاد کنه، در مقابل گفتمان عقلانیت بیست نقد بکنه، ولی نمیتونه به مثابه یک گفتمان مطلق یا به مثابه یک نظم مطلق خودش رو در جامعه ایران حاکم بکنه. آیا تا میخوام یه خستتون نکنم چون فکر کنم تایممونم تموم شده، فقط خیلی کوتاه به من بگین که با تمام چیز نکاتی که شما تا الان گفتین، جامعه‌ای که سراغ این که میره که دوباره خودشو بازیابی کنه، یه جور بره به
گذشتش بیانده، از گذشتش تجربه بگیره بیاد. فکر میکنید جامعه بعد از انتخابات 1403 چجوری خواهد؟ جامعه پویایی خودش تو این عرصه داره دنبال میکنه. هیچ اتفاق خاصی در این عرصه نخواهد افتاد. این منازعه مهمترین منازعه این جامعه است، واقعی ترین، عینی ترین منازعه در این جامعه است. منازعه گفتم بین دو تا نظام توزیع محسوساته. یعنی چی؟ یعنی بین دو تا دیدگاه است که میگه امور دیدنی، امور گفتنی و امور شنیدنی محدودن و چیزی باید دیده بشه، چیزی باید گفته بشه و چیزی باید شنیده بشه که من میخوام، با گفتمان مردم، با گفتمان جامعه، گفتمان عقلانیت، گفتمان زندگی در جهان امروز، گفتمان نسل جدید جامعه، گفتمان جمعیت جدید جامعه که ما باید این گفتمان رو تقویت بکنیم، که میگه دامنه امور دیدنی، دامنه امور شنیدنی، دامنه امور گفتنی مربوط به ماهیت انسان و ماهیت جامعه است. شما نمیتونین با زبان خدا این دامنه رو محدود کنین. شما میتونین فقط با زبان خدا این دامنه رو نقد کنین، نمیتونین محدودش بکنین. اینه که این دامنه جامعه فراختر و فراختر خواهد شد، امور دیدنی ما، امور شنیدنی ما، امور گفتنی ما فراختر شد، تا طبعا زندگی ما انسانی تر و اخلاقی تر خواهد شد. ما این هدف رو نمیتونیم دنبال نکنیم. ما ناخودآگاه در این بستر، در این موقعیت قرار گرفتیم. اگرچه گفتم پارازیت ها و نویز هایی دارن میندازن در این فرایند حیات اجتماعی مردم، ولی من معتقدم که این جامعه که امروزه من باش رو هم به لحاظ جامعه شناختی هم با مؤلفه هاش رو برو هم، سطح سوادش رو میدونم، سطح دانشش، سطح توانش، سطح قدرت فرهنگی و اقتصادی و سیاسیش آشنا هم. اینجا دیگه بحث آمار و این داده ها نشد، آشنا هستم. این جامعه کار خودش رو خواهد کرد و پیروزی نهایی در حیات اجتماعی همیشه با جامعه خواهد. خیلی ممنونم از اتنای دایتا. خیلی ممنون که دعوت جامعه پلاس و برنامه دیدار نیوز رو قبول کردید. خیلی ممنونم.